ده شهروند تاجیکستان با شمول یک زن و پنج کودک با گمانی بازگشت از میدانهای جنگی سوریه در ترکیه بازداشت شدند. مقامات ترکیه علیه چهار مرد تاجیکی حالا در زندان شهری ازمیر نگهداری می شوند با اتهام تروریسم پرونده جنایی باز کرده است. زن با پنج فرزندش که همسر یکی از این بازداشت شده است در شهر استانبول در یک پناهگاه قرار دارد. ترکیه این افراد را در حال بازداشت کرد که گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی در سوریه و عراق قلمروهایش را تقریبا از دست داد. با گفته کارشناسان احتمال آنها تلاش میکنند تا خود را به ترکیه رسانند. مقامات ترکیه میگویند که اشتراک بازداشت شده ها در جنگ های سوریه تحقیق می شود و در صورت اثبات آنها به تاجیکستان استرداد خواهند شد. ضیاءالدین علی اوغلو وکیل دفاع بازداشت شده ها روزی 7 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که زیر حمایه هایش به تروریسم متهم شدند. او گفت همراه با تاجیکان شهروندان کشورهای دیگر آسیای مرکزی در بازداشتگاه ازمیر نگهداری می شوند. آنها در گوشه های گوناگون ترکیه بازداشت شدند و مقامات ترک بر این گمانند که بیشتری آنها از سوریه برگشتند. اما به گفته ضیاءالدین علی اوغلو پرونده بازداشت شده ها هنوز تحقیق می شود و تا به حال به پایان نرسیده است. اسم بازداشت شده ها تا انجام تحقیق پرونده و خلاصه نهایی تفتیشات آشکار نمی شود. یکی از بازداشت شده ها روزی 7 دکبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت 5 نوامبر او را با همسر و فرزندانش از منزل اجاره در استانبول بازداشت کردند. شبی بازداشت به نقل او مقامات در داخل منزل سلاح جستند و از آنها طلب کردند که درباره اشتراکشان در جنگ های سوریه معلومات دهند و قائل شوند که سلاح خود را در کجا پنهان کردند. این شهروند تاجیکستان میگوید که با دیش هیچ ارتباط نداشت و به سوریه نیز سفر نکرده است. اکثر آنهایی که با اتهام تروریسم در ترکیه بازداشت میشوند خود را بیگناه میدانند ولی مقامات میگویند که برای بازداشت آنها دلیل دارند. این هم صحبت ما گفت هفته گذشته میخواستند را به تاجیکستان استرداد کنند ولی با تلاش وکیل دفاعش استرداد نشد. همسر و پنج فرزند او در استانبول نگهداری میشوند. دوام یک ماه دو بار برایش اجازه دادند تا 5 دقیقه با تلفن با همسرش صحبت کند. او ادعا میکند که یک سال باز در ترکیه کارهای موقتی میکرد ولی سند کار و بدو باشش در ترکیه را پیشنهاد کردن نتوانسته است. مقامات نزدیک به پرونده های تروریسم در تاجیکستان میگویند از بازداشت بیش از 10 شهروند کشور در ترکیه معلومات دریافت کردند. با گفته مقامات آنها نفرانی هستند که اسمشان بر روی خط بیش از 2000 گمانبر اشتراک در جنگ های عراق و سوریه شامل است. این روی خط را اول سال روان تاجیکستان به ترکیه سپرد به منظوره که اگر این نفران در ترکیه بازداشت شوند انقره آنها را به دوشنبه استرداد کند. بازداشت شده دیگر که نخواست نامش گفته شود روزی 7 دکبر بر رادیو آزادی گفت وقتی بازداشت کردند گفتند تا گناهتان اثبات نشود به تاجیکستان خبر نمیدهند. اما او گفت الکی مقامات رفته خانواده های آنها را پرسیدند. با سوال های ما که در ترکیه مشخصا چی کار میکردید بازداشت شده ها جواب دقیق ندادند. تنها از شکنجه شدنشون در زندان ازمیر شکایت کردند و گفتند تلاش خواهند کرد که آنها را به تاجیکستان استرداد نکنند. دادگاه های تاجیکستان در سال جاری پرونده بیش از 10 نفر را بررسی کردند که پس از شکست دیش از سوریه برگشتند.